امین آقا فرزانه متولد 19 خرداد سال 1339 در تهران چهره مشهوره. نام اصلیش امین فرزانه تقی‌دیزج می باشد که در قدیم از گندلات و اشرار صاحب نام بود. حالا توبه کرده و در کارهای خیر و حمایت از خانواده های بی بضاعت فعالیت داره. صادر از تهرانه اما در محله حسیرآباد تهران به دنیا اومد و تا 6 سالگی اونجا زندگی می کردن. اما بعدها به محله 13 آبان شهر ری رفتن. دو برادر به نام محمد و حسین هم داره. سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگه هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اینکه از آخرین ویدیوهای ما قبل از همه اطلاع پیدا کنید، زنگوله کنارش رو بزنید. از همون دوران کودکی شرور بود. از کلاس اول دبستان 2 سال رد شد و اولین بار به جرم چاقو کشی در مقطع راهنمایی دستگیر و به زندان کانون نوجوانان افتاد. تقریباً 12 سال از عمرش رو در زندان سپری کرد و به خاطر اینکه در دعواها به صورت و کله حریف با سر ضربه میزد به امین کله معروف شد. در جوانی دونده دو میدانی بود که حتی به رده های ملی و کسب مدال طلا هم رسید. مدتی هم در آموزشگاه‌های ورزشی فوتبال رو به صورت حرفه‌ای بازی می‌کرد. در سال 71 بعد از آخرین دوره‌های زندان با خواهر یکی از دوستاش در عین مخالفت شدید پدر خانومش ازدواج کرد و حالا 3 دختر و چندین نوه هم داره. بدن امین آقا پر از بریدگی ناشی از دعوا و چاقو کشیه که تعداد اون بالای 400 بریدگیه. علاوه بر بریدگی، انواع خالکوبی بدن اون قابل توجهه. تا جایی که پشت لبها داخل دهنش هم خالکوبی شده. بعد از سالها با لقب امین کله تصمیم گرفت توبه کنه. حالا به خاطر دست بگیر بودنش به اون لقب آقا دادن. اون در تهیه جهیزیه برای دختران دم بخت، دستگیری از افراد بی بضاعت و گلریزان برای آزادی زندانیان و حمایت از بیماران صعب العلاج شهرت خاص و عام داره. چهره اون الان بیشتر یه سلبریتیه و شبکه‌های اجتماعی منتسب به اون هر کدوم بالای 200,000 نفر فالوور داره. شاید باور کردنی نباشه اما امین آقا فرزانه با زور و گندلاتی تونست از معلمان نمره بگیره و حالا آخرین مدرک تحصیلیش داشتن دیپلمه. زندگی امین آقا فرزانه و همسرش سوژه برنامه ماه عسل هم شده. اون در رمضان سال 94 مهمان برنامه ماه عسل احسان علی خانی هم بوده. امین آقا حالا حجره داره. میدان میوه و تره بار به نام لوتی هاست. چند مغازه سوپرمارکت هم از ارث پدری براش رسیده و حالا بیشتر وقتش رو برای باز کردن گره مشکلات مردم میذاره. در دوران نوجوانی یه روزی در میدان آزادی بودم. یک نفر که از اون پهلوان معرکه گیر نام برده میشه بساطش رو پهن کرده بود. داشت نمایش اجرا میکرد. یهویی 3 نفر آدم قد بلند با سیبیل‌های کلوفت در جمع حاضر شدن و در گوش مرد معرکه گیر چیزهایی گفتن. گویا از اون باج میخواستن ولی اون مرد از دادن باج خودداری کرد و اون 3 مرد هم خواستن که طرف بساطش رو جمع کنه. ولی از جمع حاضر یه نفر مرد لاغرندام و کوتاه قد که اندازه قدش شاید در حدود 160 سانتیمتر بود به مرد معرکه گیر گفت به کارت ادامه بده. در یه لحظه بین اون مرد و 3 نفر دیگه درگیری فیزیکی به وجود اومد و اون مرد لاغرندام همه 3 نفر رو در عرض چند ثانیه لتوپار کرد و هر 3 نفر فرار رو برقرار ترجیح دادن. من اول فکر می کردم همین مرد لاغر اندام شاید شریک یا دوست مرد معرکه گیر باشه، ولی بعد از 30 دقیقه دیدم همون مرد جمع رو ترک کرد و رفت طرف خیابان انقلاب و سوار تاکسی شد و رفت به سمت میدان انقلاب. بعد از چند سال که گذرم به طرف خیابان 13 آبان در جنوب شهر افتاده بود و توی هوای گرم هوس نوشابه کرده بودم،
همون مرد مؤدبانه و با سلام وارد مغازه شد. یه چیزی خرید و رفت. بعد از اینکه از مغازه رفت، من اسم اون مرد رو از صاحب مغازه پرسیدم. گفت اون آقا اسمش امین آقا فرزانه است. سالها بود تو ذهنم بود و خیلی دوست داشتم بدونم اون آقا چه کسیه. مسئله‌ای که میگن جوینده یابنده است. بالاخره بعد از سالها پیداش کردم. تنها چیزی که به ذهنم خطور کرد، فهمیدم که امین آقا فرزانه فرد ضعیف کشی نیست، بلکه از بیچارگان و ضعفا حمایت میکنه و به همین دلیل به علت ضرب و جرح سالهای زیادی از عمرشو در حبس گذرونده. حالا اون به مردی خوشقلب و مهربون معروف شده که دست به خیر داره و یکی از لوتیهای پرطرفدار و پرهواداره و بعضی از مردم اون رو در ردیف افرادی مثل حاج طیب رضایی، شاهرخ زرقام و غیره قرار میدن. خیلی دوست نداره از گذشتش صحبت کنه، اما درباره اون روزها میگه اجازه بدید صحبتم رو با تسلیت به همه سیاه پوشهای آقا امام حسین شروع کنم. ببینید توبه رو خدا برای من چه در نظر گرفته. بالاخره انسان جایز الخطاست. من خام بودم، پخته شدم، سوختم. در بچگی انسان خامه، نمیدونه چی به چیه. من در جنوب شهر جایی زندگی میکردم که حادثه خیز بود و ماجراجویی جوونا جنسش با بقیه جاها فرق میکرد. من در چنین محلهی بزرگ شدم و شد آنچه که نباید میشد. البته ورزشکار هم بودم، دونده تیم ملی در رشته های 1500 و 1800 متر. سه مدال هم دارم و دونده خوبی بودم. نمیدونم چی شد، اما خدا گاهی یه مهری به دل آدم میندازه. دیگه خالص و مخلص نوکر اهل بیت میشه و همین دستشو میگیره. میگه من توبم رو مدیون امام حسین هستم. ماجراش مفصله. حسین آقای فیروزگر از دوستانه. 12 یا 13 سال پیش بود که اومد پیش من و گفت که برو و گذرنامت رو برام بیار. فکر کردم که میخواد منو ببره به یه کشور خارجی، یه کشور اروپایی یا اینجور جایی. اصلا نمیدونستم که قراره به کجا بریم. در هواپیما هم دوستان مدام من رو میپیچوندن. تنها چیزی که روی هوا به ذهنم میرسید این بود که منو به کشوری میبرن تا بریم تفریح و حال و هوام عوض بشه. اما یهو دیدم در فرودگاهیم و زمانی که هواپیمامون در نجف فرود اومد دلم ریخت. 10 یا 15 نفر بودیم. من رسیدم اونجا، تلنگری خورد به روح و روانم که نه تا اون موقع تجربهش کرده بودم و نه تجربه خواهم کرد. با خودم گفتم من کجا؟ حرم شاه نجف کجا؟ آدم‌هایی که در اونجا دیدم بر دگرگون شدن و توبه‌ام خیلی تأثیر گذاشتن. او این روزها با اسم و رسم دیگه‌ای نسبت به گذشتش بین مردم زندگی می‌کنه. حالا اون با مشارکت در اموری مثل جهیزیه دادن به دختران بی‌بضاعت، دستگیری از یتیم‌ها، آشتی دادن و رضایت گرفتن برای مقروضان دیه و محکومان قصاص دست به خیر هم داره. در این باره میگه در کار خیر ریا معنا نداره. همین الان رفته بودم پای کوره های آجرپزی در حاشیه شهر. چند بسته آذوقه بود به دستشون رسوندم. انسان باید هم نوع خودش رو دوست داشته باشه. تنهایی میشه مرد، اما تنهایی نمیشه خورد. تا قبل از توبه وقتی میدیدم که یه عده دست به خیر دارن و مدام در حال تلاش برای کمک به فقرا و پول جمع کردن برای اونها هستن، با خودم میگفتم که اینها رو ببین که کجاها دارن پول و زمانشون رو هدر میدن. اما الان که خودم در گود هستم میبینم که چه لذتی داره. بنی آدم اعضای یکدیگرن، فقط نباید یه شعار باشه. امین آقا فرزانه میگه مرد خوب زمانی موفق میشه که همسر خوبی داشته باشه. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.